مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست ببخشید و یخت چت و همیشه راست یه با خودم حرف می‌زنم. یه مهمونه خیلی کسخونم مثل جناب علی سهیل جان عزیز، سهیل اقتصادی، مثلا نمیدونم شغل چی هست، ما میگیم یوتیوبر. سهیل بیکار دنبال کاری که ما کار بده اومد با هم یه اپیزود قبل ضبط کردیم، و حتما اون رو بریم گوش کنید. اگه دارین میشنوین این پادکست رو، تصویریش هم تو youtube.com/kingram، سهیل هم سهیل اقتصادی و چوپان راستگو تو یوتیوب. من چند تا کنسرت دارم تو کانادا، برمی کانادا تورم، آگوست 27 کالگری، سپتامبر 8-9 ونکوور، دسامبر 15 مونترال، دسامبر 16 تورنتو. kingram.com برید بلیط ها رو میتونید بخرید، بگیرید بلیطاتون رو، بیاین کنسرت ها رو، چون من دیگه کانادا تخمی نمیام تا 2024، چون نه بابا مجبورم برای گرین کارتم یه خبر برم تو خاک آمریکا، فکر نمی کنم تو من خارج بشم تا اونجایی که وکیلم گفته. حالا ببینید شاید هم تونستم، ولی بعید میدونم. خلاص بیاین آقا، من اگه دیگه من دارم به اینجا میرسه موزیک زدن و اینو، من آخری خطم میشم همینجوری بیام فقط کوشر پشت میکروفون بگم. اینجی آدم خیلی کنگوشادیتر و راحت تره به جای اون همه زحمت بکشیم آخرش. ببین چون اونم باید خودکی پی بکنه، یعنی اون الان تمام آدمایی که تو سطح شما تو دنیا تو کشور خودشون اون آدمای معروفی هم، بهترین خونه ها، بهترین پارتی ها، اصلا پولم نشه باشن، انقدر هر روز بهترین کسی میاد پیکاپشون کنه، بهترین جمعه، اصلا لازم ندارن پولش باشن، فقط شماها بیناموشین. من اصلا نمیدونم به از ایران کشوری باشه که موزیک غیر قانونی بدونه. آره این موضوع خیلی تخمیه دیگه واقعا، یعنی اگه الان موزیک آزاد بود توی ایران و کنترل آزاد بود میتره اصلا، یعنی بهش بود، یعنی همه ما میرفتیم، همه ما پول نمیردیم، همه اشغال میکردیم، من هم همهش لش خونه شما ها بود، از خونه این خونه آره دیگه. ولی میگم دیگه چه میدونم، این دنیای هنر، من اگه یه بچه دار باشم میگم هر گوی میخوری بخور، ولی موزیسین نشو. نگو بشن میگی همین موزیسین. آره راست میگی، همیشه هرچی بگی برعکس میشن دیگه. اون کانال چوپان راستگو چیه قضیه است؟ داستان یا کانال سهیل فرقشون چیه؟ داری چیکار میکنی تو؟ برنامه ها چیه؟ من چون یه ذره رفتم چند ویدیو تو دیدم، ولی ببین ما داستانم این بودش که به قول معروف من اصلا از این حالات بود که من نمیخواستم بیام تو برنامه های اینطوری کلا، بعد همش هی پوش میشدن طرفش، بعد ما یه برنامه درست میکنیم به اسم سیبیل وار، توی اون هی به من گفتن که آقا کانال خودتو بزن، و من کار خودم رو گفتم اوکی میذارم سوال اقتصادی. بعد به من گفتش که نکن این کارو، این اشتباه است، یه اسم بذار، بذار یه اسم داشته باشی، چون وقت اسمش باشی باحال میشه و فلان و بسار. گفتم اوکی، چوپان راستگو اومد بالا و درست کردم چوپان راستگو، ولی چون اسمم سوال اقتصادیه همه میرن کانسول اقتصادی فالو میکنن، بعد سوال اقتصادی خودش رسید به مثلا 5000 تا فالوور. بعد یکی به من از اینا زنگ زد گفت آقا تو که این اکانت رو داری درکشون، بیا با من کانتنت درست کن گروش میکنیم. چون که هم باش کانتنت درست کردن، کانتنتش خیلی ضعیف بود، مثلا میرفت یه دونه مثلا میزد فانی تیک تاک ویدیو فور مثلا بانی، بعد یه ویدیو 5 دقیقه میمد همون از یوتیوب دانلود میکرد میفرسته واسه من که من روش ریاکشن بدم. بعد خب مثلا ویدیو مال 6 ماه پیش بود، همه دیده بودن، کانتنتش خوب نبود، بعد دیگه سوال خاصی موند. واسه همین الان کاری نمیکنم رو سهیل، همه چی رو چوپونه، ولی چون هر کی منو میشناسه میره سوال خاصی سرچ میکنه، واسه من بعد سوال یه کاری بکنم. حالا توی سوال میخوام شروع کنم داستان گفتن واسه اتفاقایی که تو روزانه توی نورث امریکا میفته بین رئیسا، خانواده ها، اینا داستانای باحال تو که تو ردت میذارن و میخوام برم اونجا شروع کنم هر روز خوندن. اون واسه میشه سهیل. چوپونم ویدیوها دو تا حالت داره، یکی ویدیوهای ویلاکتوری داره که تکنیکلی درونگم برای خودم میسازم، مثلا تولد دخترم، تولد پسرم، میرم کمپینگ که میخوام 10 سال دیگه من مثلا مردم مثلا پاشه به بچه‌ش بزنه نشون بده با بزرگ دریوست این بود. چی میگه مثلا اون منطقه. یه سری ویدیو هم درست میکنم که یه چیزی رو میخوام یاد بدم. من با فرهنگمون خیلی مشکل دارم. من فکر میکنم ما خیلی فرهنگمون عقب مونده و دهاتیه. بعد الان کلی فوش اومد. آره همه میگن نگو دهاتی، ولی من یه ویدیو دارم مثلا راجع به دهاتی میگم که ببین کلمه دهاتی رو من اونو فوش استفاده میکنم، نه به خاطر لوکیشنش. بعد امروز یعنی همینجوری بدتر هم میشه. به جای که جمع کنیم بیشتر و میگم کمی جایش باید بشه شهری، به جای دهاتی باید بگی شهری، یعنی شهری باید هم معنی دهاتی رو داشته باشه، چون
قبلا حداقل تو دهات ها مردم دهاتی بودن. چرا؟ چون بسته بودن، دور بودن، منطق نداشتن. یه یارو بوده که خدا بوده هر چی میگفته دیگه همون بوده، مثلا یه دونه مسجد داشتن هر چی اون یارو میرفته هم میگفته همون بوده. ولی الان که مثلا همه دیگه اطلاعات هست و اینترنت توی وسط تهران هم یارو تکنیکی دهاتیه دیگه، دهاتا دهاتا دیگه اوکی، الان شهری ها مشکل دارن که تو مشکلی چیه که تو شهری ها هنوز دهاتی. من نمیدونم و لغت دیگه دید تو به من میگن چی باید بگم به قصد احمق. خب دهاتی که از احمق قشنگتره. آره چه میدونم. حالا پوینتی که میخواستی برسونی چی بود از همین قضیه؟ که فرنگ اون تخمیه و من توی تو چوپان راسکو دارم این فرنگ رو عوض سرم نه که عوض کنم، دارم سرم میکنم اون چنج باشم، اون صدایی باشم که نفر اولی که آقا بیا حرف بزن راجع به چیزای سکشوال با زنت، با شنبون مصنوعی بخر واسه زنت، پراودلی به مردمم بگو خریدی. نمیدونم. آره کاری که منم میکنم با مستی و راستی دیگه، همین تابو شکنی و حرف زدن در مورد فقط دوردم که شبیه کار خودمه. آره برای همین انگار همین من میگم هی میگفتن آقا سویل بیور سویل بیور تو پادکست، میگم با این کسخلی که هی سویل سویل میکنم. ولی خیلی اتهام میگم انگار اون اپیزودی که با هم دادیم بیرون همه استقبال کردن. آره واقعا مرسی بچه‌ها. با هم دیگه یه تیوی شو درست کنیم فکر کنم همینجوری هم... باید چند تا مسیج گرفتم که آقا شما فقط صبح و شب با هم فک بزنید امر هر چی فقط فک بزنید با هم دیگه، ما هم بشینیم نگاه کنیم. خیلی عجیب غریبه، نمیدونم چرا، شاید این داینامیک ایجاد میشه توی این قضیه که آدم چون دوربین انگار رفیق سومه. من وقتی یه نفر مثل خودمونو میبینم احساس میکنم منم تو بحثم، فقط ساکتم. وقتی اینجا واسه دیگه حرف میزنی دو نفر فقط تو داری گوش میدی، من اونجوری میبینمش. بعد اگه یه آدمی با افکار ما حال کنه وقتی ما نگاه میکنه انگار تو جمع ما نشسته. آره. چقدر من طرف تو مسیج گرفتم، من با خیلی اپیزود درست کردم، حتی آدمایی که مثلا میگم میلیونی چیز دارن، هیچ کسی اندازه تو ندیدم که مثلا من بگن. اولا که هیچ کی طرف تو من نمیشناخت، مثلا همون آقا ما یهو دیدیم مثلا اومدی تو کینگ رام چقدر خفن بودی، حال کردیم باهات، بعد اومدیم ویدیو یوتیوب تو نگاه کردیم، هر رفتن به فرمایشات تو نگاه کردیم، هی مثلا رفت بودن تو و خیلی مسیج گرفتم از طرف آدمای تو دولبوس همه. آره من فکر میکنم یه چیزی که مدعی شدم از طرف آدم میدونی 10-20,000 تا فن واقعی داشته باشه، آدمایی که واقعا پیگیرن و ارتباط برقرار میکنن با تو، اینا خیلی قشنگتر و نزدیکتر تو. همین مثلا صفحه میلیونی که میبینی که 90 درصدش تبلیغات زیرش و بات و سپم و فلان، میدونی اون ارتباط نزدیکه. حتی دروغ داره منم برام نمیاد میلیونی فالوور داشته باشم، این کوشن نمیگم که ادای تنگا رو در نمیارم که بگم نه خدا. وقتی 1 میلیون فالوور داری عکس 23,000 تا لایک میگیره. آقا قانون فالوور واقعی به جون خودم اینو من هک کردم، عکس یکی مونده به آخر، نه عکس آخر، عکس یکی مونده به آخر هر چند تا لایک داره ضرب در 4.5 کن، اون فالوور واقعیشه. هرچی هم گنده تر میشه این عدد رو باید یه خوره ببری بالاتر، یعنی عدد تو 1 میلیون کار میکنه. بعضی 1 میلیون بعضی عدد 5.5 کنی و 6.5 کنی و بهش بالا. ولی باور نکردنی و ما نمیفهم مثلا یارو اومده امروز، همین امروزی که من مسیج زده سلام ما یه وبسایت هستیم که اتوبایوگرافی آدمای معروف رو میذاریم، میخواستیم مال شما رو هم بذاریم، اما ممنون میشم اگه چند تا سوالمون جواب بدی، سن تو، تاریخ تولد تو، نمیدونم کجا به دنیا اومدی از این حرفا. بعد گفتم که خب سوالاتو بپرس من بهت جواب میدم. او ببخشید ما یادمون رفت بهتون بگیم بچه‌ها یادشون رفت، یه تکست کنن ایرانی بازی واقعا بس کنین این کاراتونو، بچه‌ها یادشون رفت قیمتو براتون بفرستن، قیمتش هم از 5 میلیون. بعد میام تو پیجش دو تا کامنت داره، عکس یکی مونده با آخرش، دو تا کسکش، یعنی وبسایت من امروز یکم باز کردم روزم محمد قلی، فردا عکس بزنم بیشتر دو تا کامنت میگیرم توش. آره اینم یه بیزنسی شده دیگه برای خیلی از آدم ها دیگه. حالا بدبختی اون اینم که تو چه امروز برای سوهل توضیح دادن کانسپت پرستو رو که نمیدونست پرستو چیه. آره من از اون که روز اول پرستو منو میبرد. من داشتم اینو میگفتم که آره خیلی عجیبه، چون بالاخره توی این وقتی منم این پادکست خودم رو شروع کردم خب خیلی هی مسیج و نود و عکس لختی بخورم، ولی از یه جا بعد دیگه من گفتم نفرستین بلاکتون میکنه. میدونی من یه دونم نمیگیرم واقعا. بعد میدونی خواستم گفتم بچه جون مدل عکس لختی بفرستین، من عقدهش هم یکی از بعد برام عکس یه پسر عکس فلان شفرستا. نه من اینجا بعد دیگه قطع کردم این رابطه رو با آدم‌ها، از اینکه آقا نمیخوام پس هر کسی اسکرین شات بگیره سوء تفاهمی پیش بیاد، چون خودم الان هر کی میفرسته میگم لطفا نفرستین یا بلاکتون میکنم یا دیگه نکن این کارو، اصلا احساس راحتی نمیکنم. ولی برای من خیلی جذابه، میدونی از دو تا چیز، اول به بحث پرستو میرسم الان، ولی چیزی که برای من خیلی جذابه اینه که
من آدم خیلی خوش تیپ یا خوش قیافه ای نیستم. خب که دوستم. تو کامنت هامی که بود یه ذره نوشته بود تو با این قیافه کیری چجوری همه آدم با تو خود، چه آدم احمقی بودم با تو میخوابیدم. قبول ندارم، قبول ندارم. بعد چیزی که هستش اینه که بعد دیگه پادکست رو درست کردم، چون توش یه راستگویی خیلی عجیب غریبی بود و یه اوپننس و یه لختی بود، من خیلی دمر مسائل سختی هم صحبت میکنم توی پادکست خودم، خیلی وقت وقتی که تنها مایکروفون رو روشن میکنم. من 20 سال موزیسینم، راکستار وانبی بودم و هی ادای مثلا بچه باحال رو درمیدم، اونقدر عکس نگرفتم، اونقدر درخواست از تمت دختر نگرفتم که سر پادکست گرفتم. واو. تو من پادکستم تصویری نبود تو مثلا چند وقت پیش، یعنی همش رو آدیو، یعنی فقط صدای منو میشن، یعنی این نشون میده در مورد رابطه. کاش که تو اون اپیزود با هم ضبط کردن نیافتاد. چقدر جالبه که این برای، شاید هم غلط بگم، یعنی نمیخوام بگم جمع بندی، یعنی نمیخوام بگم، ولی برای زنا من احساس میکنم که اون وقتی که با یه کسی اون آشنایی رو پیدا میکنم، براشون خیلی جذابتره اون صدای کسی رو میشنون و با دنیاش بیشتر آشنا میشن. نه اینکه بگم مرد خب خوشگله سیکس پک هم میبینن، اونا هم حال میکنن طبیعتا معلومه، ولی نه فکر میکنم به اندازه که ما لحلم میزنیم یه دختری که مثلا همون داشتیم تو جیم نه. مثلا فلان نه یا نه. تو بیچ فلان آخا. یعنی ولی من فکر میکنم اون ارتباطه که شاید برقرار میکنم با یه کسی، خانوما مغزی ارتباط برقرار میکنن، یعنی با ما میگم ما دوتا آدم خنگیم داریم این چیزا رو میگیم، نظر خودمون رو جون داد. من فکر میکنم خانوما با تو یعنی طریقی وقتی میتونن با صدا باهات انقدر رابطه برقرار کنن، بعد عکس لختی بفرسته، وقتی با صدات و با تفکرت اوکی میشه دیگه بقیهش اهمیتی نداره، چون میگه اوکی من این آدمو مغز رو قبول کردم، دوستش دارم دیگه، اصلا مهم نیست پشتش چیه. آره ولی ما اینجوری نیستیم، یا حتی کمتر مشاهده اینجوریه، کمتر فکر کنم ما اینجوری باشیم. تو مثلا پادکست دختری رو گوش کنی و مثلا بعض حرفاش مثلا عاشقش میگم، نه تو واقعا میگم همون اینستاگرام تو رو من دیدم دیگه، سرچ تو فقط کساکون و اینا، یعنی توی اون و هر چند وقت میرم مثلا اشتباهی اومدم دو تا فوتبال نشون میدونم، میفهمم که چند وقت پاما زیاد لایک نکردم، اینستاگرام داره اشتباه میشه، میرم تو پاد 20 30 تا لایک میکنم، یه ریفرش میزنم فوتبال میره بیرون، میگم اوکی درست شد. ولی آره دقیقش خواستم این داستان پرستور بگم دیگه، پرستور هم یه آدمایی ان که حالا چقدر این صدق داره نداره فلان، ولی دیدیم دیگه، مثالش همین رول و زن بود که گرفتنش از این طریق، که جمهوری اسلامی یه سری دخترها رو گروم میکنه، آماده میکنه، خیلی اینا مثل من و تو تیپ غربی، ببخشید آب جوهی داره آروغ دارم میزن، این تیپ من و تو خیلی غربی و خیلی خوشتیپ و خیلی روشن فکر و کتاب خونده و فیلم دیده و فلان و همه چیز، میاد توی زندگیت و تو روحت هم خبر نداره که این کاملا حالا یه اوتوی روش دارن یا به یه دلیلی وصله یا هر چیزی، این وظیفه‌ش فقط و فقط اینه که تو رو برسونه دست جمهوری اسلامی یا از اطلاعات جمع کنن، حالا هرچی، حالا چقدر اینا وجود دارن و در چه حد در چه ابعادی نمیدونیم، ولی خب تای ذهن ما ایرانی ها یه دای جان ناپلونی پارانوید همیشه هستش دیگه، و هر دختری که میدونی، هر دختری تماس میگه، تای ذهنم یه بعضی وقتا یه شک کوچاست که نکنه این پرستو، من همیشه خودم میگم رام تو آخرش به خاطر کیره جونتو از دست میدی، سر یه دونه تصمیم احمقانه و یه دوی دام و یه دونه پرستو میفتی و همه چی تمام میشه، و چقدر واقعا خنددار و ابلهانه و مسخره است که آدم بخواد سر یه دونه لحظه حشریت کل زندگیشو. آره بعد فکر کنید لحظه بعدی بگید دخترم مثلا بزن میزنم میگم آقا پاشو بخاطر من بیا ترکیه، بعد بلند شی صدا کنی بیا ترکیه بیا تو اتاق، بعد یه دونه چاقه بکن تو گلوت، اون لحظه که داری خون میدی مغزت داره و چرا؟ من فقط اون لحظه میگم که باید فقط سکسمون تموم شه، بذار آبم بیاد فقط، حداقل خوشحال برم از این دنیا. ولی ترسناک دیگه این فکرش که واقعا میدونیم آدمایی که حاضرن یه کارایی انجام بدن تو زندگیشون، حال به خاطر پول، قدرت، به خاطر اینکه میگم از ترس یکی مجبورشون ترسه. آره بابا یاد رو گرفتن گفتن آره. اینو بکنی آزادش میکنی، حالا هر کاری، فقط منظورم پرسون نیست، هر آدمایی که واقعا این تصمیمایی که میگیرن تو زندگیشون که یکی دیگر زیر پاش بذارن، یه جونی که دیگر در خطر بذارن یا فلان کنن، میدونی خیلی خیلی من خیلی کار احمقانه کردم تو زندگی، ولی جون کسی شخص در خطر نذاشتم اینجا، مثلا من بدترین دشمنم هم حتی من میبخشم، من اصلا دشمنی ندارم، یعنی هیچ آدمی نیست تو کره زمین بگی ازش متنفرم، من فقط مثلا از اون
عام جمهوری اسلامی متنفرم از اون کانسپتش، از اون چیزی که باعث شده که چرا کاری نکردن که کاری نکردن و اونم دوست دارم که یه روزی به عدالت برسن، ولی خب اون یه بحث جداییه. ولی تقدمار شخص و دمارد و فرد آره اونم نمیرسن، این کوشچر توهمه. اینا آقازاده‌هاشون میرن، بچه‌هاشون من میرن تو قدرت میرسن، یه توافقای میرسن. من آرزوم بود بابام کثیف بود اینجوری بذار بگم. الکسا اناس بیبی کود آی هاف ا کوک پلیز. به الکسا میگی برات کوک بیاره یا به ولی آره این خیلی ترسناکه که هنوز واقعا آدمایی هستن که یعنی با این انرژی منفی حاضرن برن دنبال کسی دیگه که سعی کنن نابودش کنن. ولی میگم آدم اگه قرار باشه من نابود شم حداقل وسط سکس باشه لطفا، کسی میخواد من چاقو بزن یا گفتم بعد سکس بعد سکس. ولی چیزی که همیشه خیلی دوست داشتم و فکر کنم شاید یه روزی برام پیش بیاد، چون دیدی که چند پیش خواستن کنسرت ابیو بتره کنن دیگه. نه بابا آره یارون با بم خواست بره کنسرت ابیو بتره کنه. من همیشه گفتم روی استیجی که منو با تیر بزنه یکی از زیبا رمانتیک ترین راههایی که میتونم از این دنیا برم. خاصه اگه آدم دیوونه ای داره گوش میکنه دوست داره منو بکشه، روی استیج منو بزن لطفا با تیر. نه بابا گوش دادن دیوونه چطور پر نگه بیاییم با کنینش فقط دخترها پسرها میام سوه نه من از فقط دخترها بیام مامان خودم برو کانال بعدی. مامانت خیلی کول بود، خیلی مختصر، خیلی بامزه است. مامان بابای ما واقعا دست ما چی کشیدن ولی ها، یعنی من احساس میکنم که کونی که ما پاره کردیم ازشون، یعنی خیلی دلم با حالشون میتوسه. یعنی فکر میکنم به بچگی خودم انقدر بچه شیطونی بودم و دیوونه بازی در میآوردم، مدام سر خودم تر تو هم پیش میاد بچه تو هم یه تینیجر بشن کونتو پاره میکنم. من خیلی جالب بود مثلا فکر کنم من نمیدونم چه مثال بزنم، فکر کنم مثلا من 500 تا توپ پاره کردم، خب مثال علکیه. بعد پاشا چند وقت پیش من یه توپشو خم کرده بود، بعد من اومدم عصبی شدم باید ارزش، بعد یه گفتم سگ زاده تو 500 تا پاره کردی این بنده خودت رو بن که خفش و تا هر غلطی میخوای بکنی بکن. من چون واقعا بچه بودم من دیوونه بودم، یعنی تو نمیتونی باور کنی من تو بفرمایشم که رفتم معلمای ایرانم مسیج زدن که تو هنو عوض نشدی، یعنی فکر کنم منو دختر دیده، پاپ دیده، گاو دیده، بعد مسیجش این بوده که چه عوض نشدی تو. بعد از 20 سال پیش یادشون بوده، یعنی من 20 سال پیش اومدم بیرون، 23 سال پیش اومدم بیرون، یارو مثلا 27 سال پیش یادش بوده. من ساعت مدرسه رو عوض کردم، کلاس زبانم 2:30 بعد از ظهر شروع میشد، کیش تو جردن، مدرسه‌م تو زعفرانی 2:30 تموم میشد، من هر روز یه رو دیر میرسیدم. یه معلمش من رو بیناموز کرده بود، بعد مثلا یه من رو نیم ساعت دم در نگه میداشت، مثلا من 2:45 میرسیدم میگفت تو 3:30 باید وایسی بریک باید بیای تو، مثلا اینجوری. بعد دیم نمیم چی کار کنم آقا، رفتم مخ تمام مدرسه رو زدم، این تمام بچه ها، تمام معلم ها و مدیر، ساعت مدرسه رو عوض کردم کم 2:00. فکر کن کیو میشه زیم چی کاری کرده باشه، یعنی یک دوست هم مثلا کسی نره که بگه یه پسره بود من شنیدم این کاری کرده. من کاری دیوانه بار میکردم و مثلا ساندویج مدرسه‌مون کیفیتش خیلی پایین بود، بعد میفروخت مثلا 300 تومن، و یه دونه ساندویج سوهاب باز شده بود بغل مدرسه‌مون خیلی مریض بود 450 تومن ساندویجاش. من به سوهاب گفتم ببین من اگه بهت پیش اوردر بدم 100 تا ساندویج به من 300 میدی؟ بعد گفتش که آره. رفتم مدرسه به یارو گفتم که دادا این ساندویجی که میفروشی 300 چقدر برا سود داره؟ با مدیرم خیلی ریلکس بودم، پیجم میکرد بعضی موقع بچگی مغز بیزنسی داشت یا جا کشه واقعا عالی. مدیر پیجم میکرد بعضی موقع مرگ مادر، با هیچ کسی دیگه این کار نمیکرد، تنها بچه مدرسه پیجم میکرد، میگفت سوی اقتصادی دفتر دکتر، میرفتم دفتر دکتر چوری کباب میذاشت، میگفت بشین با هم نهار بزنیم و با هم حرف میزد، میگفت من حال میکنم، من فکرت رو دوست دارم از این حرف. بعد گفتم که چقدر روی ساندویج 300 تومن؟ گفت به خدا هیچی سود نمی کنم، برام مثلا در میاد 290 تومن میدم به شما 300 فقط که شما غذا شو بشین. گفتم ببین بچه های ما همه پول دارن، بچه های زعفرانی تو فارابی همه پول دار بودن، گفتم بچه ما همه پول دارن، 450 وقتی مرسه تمام میشه همه در اونجا صف کشن دارن میخورن، تو الان اگه اونو بیاری اینجا بچه‌ها حاضرن 500 به تو پول بدن، خوشحال همه میان دمت گرم، فقط 50 از ما سود میگیری. من با یارو صحبت کردم، یارو 300 حاضر به تو بده، یعنی تو از 20 سودی میرسی به 200 دلار سود، ما از آشغال خوردن میرسیم به غذای خوب، تو هم دیگه نباید اون کارگر بدبخت صبح بلند شه 200 تا ساندویچ درست کنه بره آشغال دستای کثیفش از این حرفا.
از فردا مراسم همون ساندویچ سوهادش و همه بچه خوشم. و یه بار با بوفه دعوام شد، بوفه رو بستم بدون که خودم این وای باشم. یه نفر دوستان بود خیلی گنده بود، فرستادمش گفتم برو دم بوفه وایس، هر کی اومد بزنش بگو نمیتونیم بیاین دم بوفه، چون یه سنتاپ و گرون میفروخ، مثلا قیمتش بود همونجا 60 تومن یا مثلا 100 تومن، مراسم ما میفروخت 800 تومن. بعد بوفه رو بستم و روز قبلش هم منو با دو تا دوستان مراسم فرار کرده بودیم. یهو تو بلنگو صدا کردن که ستشون صدا دیوسو میان تو. رفتم پیش دکتر رو، دو نفر اول گفت چرا فرار کردین شما فلان، نه گفتم ببخشید بخششون به من رسید، خودم بگم من فرار کردم با این دو نفر دیگه. من کسی گفت چرا بوفه رو بستی؟ دیروز فرار کردم. گفت اصلا مهم نیست. چرا بوفه رو بستی؟ گفتم من نبستم. گفت سهیل 6 سالی میای تو مدرسه من، هیچ کسی به غیر از تو از این کارا نمیکنه. منم کاری به کار ندارم، فقط میخوام بدونم چرا این کارو کردی. گفتم آقا این سنتاپو میدید 800 دیروز قیمتش 60 تومنه. بوفه دار صدا کرد گفت آقا این چرا نمیدی 800؟ اونا براش رسیدش بود، گفت نه کن ما 700 میخریم 100 تومن سود میگیریم 800. گفتم مادر قبل این 700 تومن نیست، این 7000 تومنه، تو ریال داری میخونی، بچم کل داستان شده 7000 تومن. تو 7000 تومن خوندی 7000 ریال، بعد کردیش یه واحد داری 800 میفروشی. آه فردا قیمتش هم درست شده فردا سند. خیلی جالبه میگم دیگه، بچه‌ها از مغزشون تو جای مختلفی کار میکنن. میگم من توی مرسی، من خب خیلی آدمه، من تو جایی که تو آمریکا بزرگ شدم یه جای خیلی هیپی و پیسفول بود، تو یوجین اورگان. و من از اون محیط که برگشتم ایران 10 سالگی، اصلا برای من یعنی انگار رفتم جهنم. راستی چون جای ما بودیم که پا برهنه میرفتیم مرسی، همه برابر بودیم، همه احترام میذاشتن، همه فلان میکردن، همه عاشق هم دیگه، فقط عشق بود تو زندگی، هیچی به غیر از عشق نبود. بعد یهو تو ایران هر بچه‌ای نه هیت یا یکی میخواد همش باید تجاوز کنن تو مدرسه، یا معلمه یا ناظمه یا دربون، همه میخوان تجاوز کنن. یعنی همه میخوان تو در کنه آدم بزنن. همین زعفرانی بغل ما یه دونه اسباب بازی فروشی بود، من میگفتم با یارو چاک میزدیم با هم حال میکردیم، بعد برام اسباب بازی میورد مثلا هر چی میخواستم اضافه از این حرفا. یه بار تو چیز بودم یهو شلوار منو اینجوری شوکه دکمه باز کردم، گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت یه دقیقه واسه دقیقه واسه تام چیکار داری میکنی؟ من دکمه باز کردم یهو شلوار نکشید پایین. حالا ما شانسمون موقع مامانم یه شلوار دیگه زیر پام میکرد، این که کشید پایین زای شد دیگه شلوار دیگه اونجا دوباره. منم دیگه اینجا فهمیدم این وایس وایسش دروغه دیگه. من رفتم این شلوار رو گرفت کشید گفتم ولکام بابا، دویدم از مغازه رفتم بیرون. شت آره. بعد اسباب بازی فروشی مادر سر یه مرد، مثلا یک سال و نیم دو سال ما با هم داشتی بودیم، هر روز من پیشش میرفتم بعد از مرز نیم سباش گپ میزدم فلان بسا، خیلی ناراحت شدم اون سنم چقدر مردو کثیفن اینا دیگه، اصلا هیچ وقت با هیچ مرد بزرگی رابطه برقرار نکردم بعد از اون. بعد اونم به بابام اینو گفتم، بابا منم خیلی مثلا قوی شخصیت هم، یعنی مثلا من فکر میکنم اینو بهش بگم مثلا قاطی کنه. بعد من بهش گفتم که بابا مثلا اینجوری شده اینا. گفت نه شاید اشتباه فکر کرد. گفتم بابا شبام کشید پایین یعنی چی؟ گفت نه دوم باید یعنی فا بیخیالش شد. یه ماه و نیم بعد یارو غیب شد، یهو دیدیم مغازه اسباب فروشی بسته است. بعد خب وقتی مغازه میبنده میفهمید دیگه، یارو مثلا یه داستانی هست، یه مغازه نیست پسرش میاد تکو، یه اتفاقی میفته دیگه، مغازه رو یه روز دیگه بعد دیگه باز نشد و توش می دیگه اسباب بازی هست پشت این کرکره اسباب بازی، و دیگه درش باز نمیشد. دو سه ماه اینطوری بود و بعد دو سه ماه یه اومد خالی شد و مثلا تموم شد و دیگه چیزی دیگه شد. من تا امروز باور دارم بابام یه کاری کرده یارو. بعید نیست میگم این ولی از اون ورش متاسفانه تلخی داستان که من انقدر بچه ها مسیج گرفتم که بخصوص دخترایی که بهشون تعرض شده یا خشونت جنسی دچار شدن، مام باباشون، حالا اون آدمایی که متجاوز بودن یا کسی که خشونت کردن، هیچی که اونا که باید محکوم بشن و زندان برن و فلان چی، مام باباشون خیلی وقتا جلوشون رو گرفتن که برن در موردش صحبت کنن جای دیگه، میگن آبروی خانواده میره. نه باید صحبت کنن، خیلی فاکتابه تو تو فرهنگ ما این شرم کسوشیری که دور ور خانواده و این حیا نکنید و نه احترام خانواده. بابا کیرم تو خانواده اگه قراره مثلا آدم کل زندگیشو توی تروماتایز اینجوری زندگی بکنه زیر این فشار که نتونه ابراز این احساسات خودشو بکنه، این خیلی ترسناکه. مگه مام بابایی داره گوش میکنه و بچه‌تون اومده بهتون در مورد چه صحبت میکنه بهش گوش کنید. من 100 دفعه گفتم تو پادکست الکی نگین بابا بی خیال اتفاق نیفتاده یا آبروی خانواده میره، نه توجه کنید به بچه‌تون، ببینید دردش چیه، برید حلش کنید، چون اگه نکنید واقعا اون آدم
اذیت میشه تا آخر عمرش. آره آقا این سیکرت بودن و قایم کردن به کجا رسونده؟ میبینی آدم احمق که نیست، میفهمم خیلی از ایران تو توهم زندگی میکنن، بهترین دکترای دنیا تو ایرانن، بهترین 50% فروش پشت تو ایران، دیدی چه چرت و پرتایی که میگن؟ همه نابغه، همه نابغه، تمام اسکارا رو ایران میبره، تمام نوبلا رو ایران میبره. مثلا یه فیلم مثلا میره تو جشنواره هر مثلا 7 سال یه بار یه کاری میکنن، انگار مثلا دریوس اینا هر جمعه دارن یه فیلم میدن بیرون، یه فیلمی که در اون لوله هر جمعه به تخمم که مثلا هر 230 هفته یه دونه ایرانی هم میره توش. میفهمم و دمش گرم، خیلی ریسپکت فرام، ولی میگم ایرانی همه چی انقدر گنده میکنن و جو میدن، بعد همش هم با دروغ و کثافت کاری. من دو تا دختر اومدن تو پادکستام، دو تا دختری که من اینا رو میشناسم، بچهای خوبی ان از نظر خوبی، مثل من تو آنستن، کوسوشه کم میگن، واقعیتشون رو میگن، تعارف ندارن، یکیشون بیشتر از اون یکی. آقا دو تاشون بعد از یه اپیزود پریدن، بعد من نمیفهمیدم که مثلا شاید من کاری کردم، مثلا من بعد ادیت کردم، شاید مثلا من حرف بری زدم، ولی من هیچی نمیدونستم، مثلا اگه به من بگی خب من عوضش میکنم. بعد چند کیشون مسئله زد که آره آقا من خانواده منو بی‌ناموس کردن، مثلا نمیتونم یه روز راحت داشته باشم، تو رو خدا بیار پایین، منم آوردم پایین. شت. چرا؟ چون راجب معمش صحبت کرده بود که عمل کرده. من نه مثلا میگم بده بمالم، گفتم عمل میکنی؟ من شنیدم زیر ماهی چه میذارید روی ماهی چه، فرقشون چیه؟ توضیح داد. گفتم چقدر طول داره؟ درد داره؟ آیا میشه محکم فشارش داد؟ چون سوال پرسیدم که هر کسی که میخواد عمل کنه لذت میبره، هر کسی هم که مثلا عملی داره دست زده میتونه بفهمه. بی‌ناموسش کردن که مثلا گفتن تو فلانی، تو خرابی، رفتی این کارا رو کردی، تو من واسه اتنشن. حالا من نمیدونم، من خودم در میارم چی گفتن، ولی یه چیزی به یارو گفتن که یارو به من مسیج زده با شرمندگی، سوید ام سو ساری، ولی من خانواده منو ول نمیکنن. چرا؟ What the fuck؟ چرا اینطوریم؟ چرا یارو نمیاد بگه که عزیزم چه باحال بود رفتی، حرفاتش خایه‌ای داری، حرفای زدی، من عمره همچین حرفی نشدم بزنم. خیلی ترس هستش میدونی از اینکه چه جوری قضاوت بشیم و چه جوری دیده بشیم با تمام ایب و ایراد، چون هممون ایب و ایراد داریم. من یکی همیشه میگم اینه که هممون کونمون گویه. این آدمایی هم که میان به خصوص تو دنیای آنلاین و تو سوشال میدیا و ادای فیک ورچوال سیگنالینگ و ادای اینکه ما فرشته این، بقیه دنیا گناهکاره، یعنی اینقدر دروغه این قضیه. چون خیلی آدم ها رو من میشناسم، یه آدمی که میان گندگوزی میکنن یه جوری حرف میزن که خودشون انگار مادر تریسان و فرشتن و بیگناهن و همه یه گوی خوردن زندگیشون و باید باش زندگی بکنن. و این موضوع هم اشکال نداره، چون هممون یه اشتباه میکنم و از این اشتباه سعی میکنیم یاد بگیریم، سعی میکنیم بگذریم. ببین من اگه پس فردا میگوی بخورم آبرو هم بره، مردم فاشم بدن آقا اگه حقمه، من مسئولیتشو میپذیرم، پاش وای میسم. ولی میگم که ماها این فکر رو نکنیم، که انقدر راحت زود قضاوت نکنیم. که ببین من خیلی وقتا من همیشه همین جوری بودم، من خیلی آدم راحتی بودم کل زندگی من همیشه. خب شاید حالا تو عموم اونقدر نه، ولی تو یعنی منظورم عموم، منظورم توی مصاحبه ها این چیزا ما، و اگه نه توی همه جای پارتی و دیگه همه منو میشناسن رو خوش خلو و فلان اینا. وقتی این پادکست رو شروع کردم همه یه سری اینجوری بودن که آقا ما با اون خیلی برخورد که تو همچین ادبیاتی داری یا درباره همچین مسائلی صحبت میکنی یا فلان، میگم به تخمم. و اینم بهونه میکنن که رام چون باباشو دادن کشتن و مامانشو گروگان گرفتن و زندگیشو بدن کسخار رد داده. این کلمه رو خیلی شنیدم، آقا یارو رد داده دیگه. رد چیه؟ من اومدم اینجا، اومدم این خودمم دارم باهاتون درد و دل میکنم، دردایی که دارم، فکرایی دارم. من هیچ فکری نیستش که من اینجا ابراز کرده باشم تو این برنامه که واقعی نباشه، هیچ احساسی نبوده که واقعی نباشه. حالا درسته غلطش کاری ندارم، خیلی وقتا بچه‌ها منو اصلاح کردن، رام این حرفت خیلی احمقانه است، این حرفت مثلا زشته، این حرف درست نیست، و سعی میکنم خودمو درست کنم. اینجوری نیستم که بگم نه آقا کنه در رحمتو. ولی اون صحبت اولیه رو واقعا تایید دارم، از یه جای واقعا خیلی آنستی و واقعی داره میاد بیرون، و این برای به نظر من برای شنوندم جذاب میشه دیگه. یعنی من خودم اصلا تحملم برای چیزای فیک به صفر رسیده. یه موقع آدم هستش داری یه سریال نگاه میکنی میدونی فیک و فلان اینا، ولی یه سری آدمایی که میمیان حرف میزنن از یک مقام یا از یه پست یا از یه جایگاه خودش رو میبینن دارن صحبت میکنن که تو میدونی که دروغ محضه، اصلا خیلی رو مخم میره، خیلی آدم اذیت میشه، خیلی. و تمام دولت ها تقریبا همینن الان. آره دیگه، میدونیم بدبختی هم همینه دیگه، توی بازی سیاسی همه به نفع خودشون. من نمیدونم چرا موضوع قبول شده است. مثلا میگی که
این یارو داره دروغ میگه، میگه خب پالیتیشن دیگه. خب یعنی این چه یعنی چی؟ خب نباید این نرمال باشه. اصلا آدمایی که من بهشون خیلی کم همیشه اعتماد میکنم، آدمایی که به نظرم هویت شخصیتی خودشون و هویت سیاسیشون انقدر قاطی کردن که یعنی اگر اصلاح طلب یا اصولگرا یا چپ یا ریپابلیکن یا دموکرات یا فلان جوری اونجوری آیدنتیفای انقدر زیاد بکنن با یک طیف فکری که تمام غلبه کنه بر هویت شخصی خودشون، که دیگه آزادانه فکر نمیکنن در مورد مسائل و توی چارچوبی گیر میکنن، توی باکسی گیر میکنن که دیگه خیلی سخت میشه برام که جدی بگیرم تمام حرف این آدم ها. چون میگم بابا ببین ما هممون سخته که درد همه آدمای دنیا رو درک کنیم و بتونیم توجه کنیم و بتونیم همه رو پهال در حد چیزی که ما بهش دسترسی داریم. خودت داشت میگفتی اون اخبار اونقدر نمیخونید، خیلی سر نمیدونی اصلا چی به چی، مسئله خودت در سطح مسئله خودت درگیری با زندگیت. من اخبار ایران رو نمیخونم، من اخبار کانادا و آمریکا رو دنبال میکنم. ایران برام اهمیتی نداره. حالا دیگه اونجوری الان شروع کردم به خاطر اینکه مثلا تو این چیزا هستم. اتفاقا مثلا حالا یه سوال، این چیزو دیدی من پرایم مینیستر فینلند پارتی کرده بود؟ آره آره. تو چیز چی بود؟ بابا اصلا بذار چرا پارتی نکنه؟ ما حتی می‌خواست بره بابا کوکشو بزنه پارتی کنه، تو کوک نزده کاری نکرد. اصلا فقط رقص، اگه مثلا فیلم ازش بود که داره اورجی میکنه، کوک میزنه فلان چی چی، که من بازم میگم اوکیه، اونم دمش گرم اگه حتی اون کارو میکرد. اصلا فیلمش اصلا چیز عجیب غریبی نبود. ای بخشی کسایی که نمیدونن پرایم مینیستر فینلند ازش ویدیو در میاد که خوشگل ببین برای من خیلی زیباترین چیز یه زن قدرتمند اعتماد به نفس فان اصلا یعنی این زن یعنی فول پکیجه از این هاتر نیست. میخوام چیزی بگم که شاید موافق نباشی، من مخالفش بودم اولش که دیدم موافق بودم، گفتم خب رفته پارتی. بعد که داشت توضیح میداد یه چیزی گفت که اونجا من عصبانی کرد. بگو ببینم چی. بیا با هم دعوا کنیم مثلا. گفتش که من پرایم مینیستر فینلندم، I have to watch what I say. بعد گفتم یعنی خب by that logic then you have to extra watch what you do. وقتی یه جنگ بین دو تا کشور تو میری پارتی میکنی، یه تخمت هم نیست. در صورتی که تو یه پابلیک فیگری نمیتونی بری بگی اوکراین جنگه به تخمم. این رقص همونو داشت میگفت دیگه. گفت من به زبون نمیتونم بگم ولی عمل میتونم بکنم. گفتم خب که برعکسه، تو بیا به زمان بگو اوکراین به تخمم، ولی الان بعد میگی میام پارتی بگم من نمیتونم پارتی کنم. بابا مردم دارن میمیرن، من کجا بیام الان پارتی کنم؟ آخه ببین عمل خود پارتی به نظر من یه نوع تخلیه است. عمل میدونی اون که نیاز داره اون آدم، حتی اون آدمی که پرایم مینیستر یا رئیس جمهور یا پادشاه هم هست، حالا این فیلمش هم اومده بیرون، ولی به نظر من یه نیاز اولیه است که آدم یه جوری من یا مشروب میخورم یا تو جوینت میزنی یا فلان، یه نیاز اولیه که برطرف بشه و یه ذره آدم سر سباکی بکنه. چرا اون آدم اون حقو نداشته باشه بکنه اون کارو؟ خب اوکی، اگه پرایم مینیستر فینلندو پیدا کردنم تو خونش داره نشسته که یه اتاق یه بطری مشروب میخوره، حرف تو درست بود، ولی این داره پارتی میکنه، این دنیا به تو خوش هم نیست. و من اینو اصلا چه اشکالی داره؟ یعنی به نظر من الان باید تمام لیدرها ناراحت باشن، تمام لیدرها باید شب گریه کنن قبل از خواب که ما ریدیم 200 نفر آدم دور هم جمع شدیم، روزی دارن 100 نفر میمونن. اون که میدونی آخه اونجوری که نیست، همه به نفع خودشون دارن کار میکنن. بیشتر سیاست مدارو تاریخ ببین از اون ورم باید خیلی سخت دیگه توی بازی سیاسی معیارهای خوبی و بدی خب اصلا یه تعریف دیگه ای داره و ما باید اونم در نظر بگیم و تو سنجش این که چقدر اون آدم خوبی و خدمت کرده به کشور خودش، نه کشورهای دیگه یا دیگران چی فکر میکنن. من اصلا نمیدونم، هیچ روح هم خبر نداره در مورد اصلا سیاست فنلاند و اصلا تاریخ شده. خیلی قویه پشمات میدونه. و اگه مثلا طرف داره کلی کارهای خوب میکنه، خب به نظر من یه مهمونی اونقدر چیز مهمی نیستش که بخون سرش مثلا اینقدر سر سکن. ولی مثلا چون تو انگلیس بوریس جانسون هم سر این موضوع بیشتر این کانتروورسی ایجاد کرد که اونا وسط کووید، آخه میگم داستان بوریس جانسون زیر فرق داشت بخاطر اینکه اون وسط کووید موقعی که همه دست دادن که حق نداری حتی با زن و شوهرم با قرقم توی تخت باشی، مثلا این رفته هم پارتی کرده بودن. ولی تا اونش هم مثلا میگم اونا توی مثلا چه میدونم تو پرایوسی خودشون، ولی میگم این نشون فقط این به نظر فقط دوگانگی تمام سیاست مدارا رو نشون میده دیگه. تای خطش یعنی این بازی هستش که واقعا اینا هر کاری توی پابلیک میکنن که رای بگیرن حمایت بگیرن، ولی تو زندگی شخص خودشون اصلا شاید یه جور دیگه باشن کاملا. ولی در مورد این کیس خاص این آدم میگم من حتی اورجی هم میزد و کوک هم میزد و پارتی هم میکرد، میگفتم با نوش جونش بره حالش. من میگم اوکی بودم، من گفتم من خفش نمیدونم یعنی چی، ولی وقتی گفت من I just have to watch what I say،
اگه من فقط برم چی میگم هر کاری میکنم. آره من منطقه تو رو میفهم. کاش که مثلا آدما اون شهامت داشته باشن که تو حرفشون هم بیان همون اون عمل هم پیاده کنن. آره من خیلی دوست داشتم مثلا من اگه قدرت دستم بود اول قانونی که رد میکردم گفتم آقا اگر کسی توی دولته یک بار کات بشه دروغ گفته، حتی در لبری که بگیم مریضم نمیتونم بیا مریضم باشی بریم مثلا خونه دوستت پارتی کنی، یک بار کات بشی یه جریمه سنگین داره، یعنی مثلا 28 سال زندان. هیچی هم نمیتونه بخره، نمیتونی بیای بیرون، زندان نمیتونی انتخاب بکنی، هیچ نوع لوپولی هم نمیزن بری زندان خوبه که توش بسکتبال داره دار. نه که یعنی بت تو شب بلرزی میخوای دروغ بگی، یعنی میجوری دروغ میگی آقا تو دیشب رفتی پارتی، تو خواهی نکنی بگی نه، چون میگه یه عکس از من باشه بگم. این چرا قانون نیست؟ چرا پالیتیشن اجازه دارن دروغ بگن بعد میان میگن من معذرت میخوام، بعد هفته بعد دوباره من معذرت میخوام، گوه میخوری معذرت میخوای؟ مگه مسخره بازی؟ ما اسکل تو این آخه از این طرف میدونن که ما حافظه خیلی کوتاه مدتی داریم، اتنشن اسپن ما به میره. هیچ کی بهتر از اون جمهوری اسلامی این موضوع رو نمیدونه که همینجوری این آدم میزنه شط و قم میکنه، همه رو میکشه و زندانی میکنه. معلوم آد که سری اکتیویست و یه سری آدم هستن که هر از گاهی یادی از اینا میکنن، ولی بیشتر مردم اصلا فراموش کردن، دنبال نون روزشونن، دنبال اون درد روزشونن، دنبال مسئله روزشونن دیگه، اصلا توانایی این همه درد رو ندارن اصلا که بخوان هی نه این کار لیدره نه مردم بدبخت. لیدر باید بگه آقا من کشم هم که کسی که دارن کار میکنن آدم خوب باشن. آره ولی مثلا تو کفش فروشی میزنی میخوای آدم خوب توش کار کنن، این چه بسه به دولت؟ من فکر میکنم سیستم مثل کورپوریشن هاست، یادم نیست کدوم فیلم بود که اینو داشت، همون داکیومنتری کورپوریشن بود فکر کنم. کسی که میره سی ای او کورپوریشن میشه، چون کورپوریشن اینقدر بزرگ میشه و مالتی نشنال و یه انتیتی ماورات مرز و همه چیز میشه که اون خودش یه و میدونی از نظر حق قانونی هم حق یه انسان میگیره کورپوریشن و اون آدمی که آخرش میاد به سی ای او یه کورپوریشن که میرسه اصلا انگار یه از روی میزی رد شده که آماده شده برای که انتخاب بشه برای اون مقام. یعنی منظورم چی؟ یعنی سیاستمدارام وارد یه بازی شاد اون اوایلش با یه نیت خیلی ساده وارد اون بازی بشن، حالا توی بحث کپیتالیسم و بیزنس اینا که برای پول بود نیت، ولی بعدا به چیز خیلی بیشتر از پول میرسه، به قدرت و به تو بحث سیاست هم همینه، تایی خدا شما رو با همون قضیه قدرت و قدرت هم آدم ها رو مست میکنه، آدم ها رو دیوونه میکنه، آدم ها رو به اون طمع و هرسی که میزنه سر قدرت شروع میکنه افکارش رو عوض کردن و شروع میشه اون آدم به هر قیمتی که شده دروغ بگه، هر کاری بکنه، هر حرفی به مردم بزنه که فقط تو اون پست و اون مقام بمونه. او قانون دومم این بود که هیچ کی نمیتونه ری الکت بشه اگه یه کاری 5 سال 3 سال 2 سال دات سد، یو کن نیور ورک ان گورنمنت. این خیلی احمقانه، یه سری پست و یه سری مقامایی هستن که آدم میتونه مادام العمر همینجوری هی رای بیاره توش، اونم به نظرم تنم. ولی از اونم خب بدبختیش اینه که مثلا میبینیم دیگه دموکرات میاد 4 سال کاری میکنه، بعد ریپابلیکن میان پاره میکنن، دوباره برعکسش میکنن، دوباره به گام میره. این عقب دوری، حالا شاید اونم اتفاقا فاندیشن دموکراسی آمریکاست، یعنی اون کمک شاد بکنه برای اینکه قوی تر بشه این پروسه و آدما بیان میان روتر بشن. و من به نظرم توی ورج اب میرفتنه، یعنی ترامپ اگر دو تا مثلا آی کیو اش بالاتر و یا پایینتر بود میتونست مثلا قشنگ یه هیتلر کامل دیگه باشه، یه جنگ شروع کنه مثلا از کانادا هم شروع کنه اول زدن مثلا یهو بی قاطی کنه بگه. آره مثلا قشنگ زدی، بخاطر تو آی کیو بالاتر یا پایینتر، یعنی خیلی خیلی جالب گفتی، چون هر کدومش میدونست باعث بشه واقعا دنیا به یه سمت عجیبه غریبی بره. با مثال با منزی بود، ولی چه میدونم دیگه. میگم تو این بحثای میگم تو همین بیا همین سلبریتی‌ها رو ناکن. خب من حتما کلی سلبریتی میشناسیم، تو بخصوص حالا توی جامعه ایرانی. از یه جا بعد من میشه میگم نمیدونم با هم در این صحبت که میرم، ولی من احساس میکنم که آدمایی که توی محیط های ایرانی معروف میشن دوچار یه امام زمان کمپلکس میشن و این یه کمپلکسیه که تو فکر میکنی که انتخاب شدی از سمت الهیات و کهکشان و اینا که مردم رو هدایت کنی به راه راست و فلان. نه واقعا داری میگی؟ نه من دارم اگزاجره میکنم، ولی واقعا از
ببین ما هر حرفی میزنیم، یعنی من همه هدفم حداقل اینه که چه شعاری نباشم بالای منبر ندارم، من همیشه میگم نظر خودم، کسوشرا و تجربه و تاریخچه خود منه که دارم با شما در میون میذارم، یه سری نظراتم درسته یه سری نه، ولی چخت نه. ولی این اعتماد به نفسی که من توی سلبریتی ایرانی میبینم توی هر بحثی، از بحث فرهنگ، سیاست، فیلم، سینما، نقاشی، لایف کوچ، فلان، یه اعتماد به نفسی باش در موردش حرف میزنن که انتخاب شدن از سمت، میگم از سمت اون خدایی که بهش باور دارن یا ندارن، که این حقو بهشون بده که بتونن بیان این خرد خودشونو به مردم ببخشن و پخش کنن. و این خیلی برای من ترن آفه، این قضیه که آدمی که چون یه مقدار آدم فالوور تو هستن، تو یهو بیای مثلا تز فلسفی بدی یا نقد مثلا فلان کنی یا هر چی، به معنی نیست که تو حق نداشته باشی اون اپینین خودت داشته. ببین اپینین و نظر فرق داره با تحمیل کردن، خیلی فرق داره با شعار و تحمیل کردن و اینا، یعنی بحثا دو چیز کاملا مجزاه. کار تو اینه که مغز مردمو قلقلک بدی فکر کنن. این هدفم حداقل اینه، اگر بشه که خیلی قشنگ. هدفم هم دقیقاً همینه، تو چوپانم در کاری که می‌کنم اینه، من دلم میخواد قرقرک بدم مغز تو، خودت برو فکر کن. هم داستان واکسن که گفتم، من اینجا گفتم یا قبلی گفتم، همینجا گفتم فکر کنم گفتم شدی. واسه همین قصد من اینه که مغز رو قرقرک بدم. یعنی آقا هر کسی یه چیزی علاقه داره، تو علاقه میتونی بدی خیلی قوی بشی، کمک کنی، ولی اگه بخوای همش رو توهم باشی و به حرف اینو گوش بدی، این چی گفت اون چی گفت، فقط عقب میافتی. بهش میگم پروف داریم. اگه 45 سال پیش اینا یکی میگفت نه آقا این راهی داریم میریم ایران گنده میشه، گفتم خب اوکی بیا چای کنیم. ولی الان که تو داری میبینی ایران انقدر رفته عقب از نظر فرهنگی، از نظر پولی، از نظر قدرتی، از همه نظر داره میره عقب دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی ایران تو هیچی داره پیشرفت نمیکنه. یعنی تو ایران تمیزتر که نشده، دریاچه‌اش بیشتر نشده، که ماهیای دریای خزر تمیزتر که نشده، همه چیش داره بدتر میشه. چرا همیشه ان بود توی دریای خزر؟ یاد داری شنو یه تیکه ان اونجا بغل صورتت رد میشد؟ دفعه آخر که رفتم واقعا حالم من بخورد. دفعه آخر رفتم رسیدم دم دریای خزر، خوشحال رسیدم، 10 متریش میشه فقط آشغال رو زمین. خب تو همیشه تمام صدا فقط آشغاله. بعد 5 متریش که رسیدم دیگه انقدر آشغال دیدم، گفتم خب من دیوونه برم تو آب آشغال، دور زدم برگشتم، یعنی حتی پا نذاشتم توش. دریایی که ما غلط میخوریم بی هفته توش صبح شب. اصلا بابای من یه اون گاید خوشه با این کیسه زباله توی طبیعتای ایران آشغالا رو جمع کردن، هی درس دادن به آدمای محلی و اینا که آقا آشغال نریزین، فلان کنید، کانسرو کنید، ریسایکل کنید، الو بله. ولی اصلا خود اون بحث آلودگی بحث خیلی اصلا بحث محیط زیستی و اینکه چقدر مردم تخمشونه اصلا این بحث توی اونجا. باتون تو ساده‌ترین چیز تو کانادا الان مثلا دیگه پلاستیک نمیده مغازه، آره. فقط پیپر بگه، تو تونم با پول بدی هر دفعه که تو رو تشویق کنه که بگ ریوزبل خودتو استفاده کنی. حالا میدونم همیشه آمار آدم نگاه میکنه بیشترین آلودگی های دنیا آلودگی های صنعتی ان، کشورهای خیلی بزرگ، آره، فیشینگ مثلا، آره، اینا میفهم. حالا برای همین این قدمای کوچیک ما هم بالاخره تأثیر کوچیکی داره. حداقل تو نکن ونکوور چقدر شهر تمیزیه، یعنی واقعا یکی از تمیزترین شهرهای دنیاست. یعنی خیلی خب آدم لذت میبره وقتی که اکسیژنی که اصلا من همه فقط وقتی میام فرودگاه اینجا میفهمم که چقدر این اکسیژن اینجا چقدر فرق داره. وقتی میرفتی ایران بغل مقعد امام رد میشدی، بوی فقط بوی فاضلاب میداد و اینا، تو مسیر از فرودگاه تو خونه تو بو میکردی، میگفتی بوی ایران، به به بوی ایران، مثلا بوی فاضلاب تو صورتت میخورد. الان قبل از این چی گفتی؟ یه چیزی گفتی قبل از این که بگی ایران بوی بد میده، آها اینجا گفتی تمیزه. من وقتی اومدم اینجا منم ایرانی بودم دیگه، آشغال مینداختم ماشین بیرون، تو خونه نبود. بعد یه بار یه پیرمرد رو دیدم داشت راه میرفت، مثلا من یه جا اینجا وایساده بودم، پیرمردش از اینجا میومد، بعد اینجا که یه آشغال اینجا بود، خب شو آشغال برش کشت تو جیبش رفت. اصلا انقدر خجالت کشیدم رو در خودم از اون گفتم که من میخوام این پیرمرده باشم، من نمیخوام این حمالی باشم که آشغال میریزم این حرفا. اصلا من اون رو سویچ کردم. ولی واقعا همینا یاد گرفتنیه. یعنی اگه تو ببینی یکی میندازه میخوام منم میندازم تو خان. وقتی یکی ورمیده میگه تو هم من بردم. ببین ایران 80 میلیون جمعیت داره. اگه آدما روزی یه دونه آشغال بردارن، بعد از 2 ماه دیگه آشغال نیست تو ایران. ببین فکر کن چرا واقعا کالکتیولی ضعیفیم؟ شاید تخمی ترین حیوانی هستین که تو دنیا اگزیست میکنه. کالکتیوی یه کار، اگه انسان ها همین کار میکنن اصلا رفتگر لازم نداشت، چون همیشه تمیز. ما همین الان مثلا تو کانادا من سیگار میکشم، هی دارم سعی میکنم ترک کنم،
تحصیگاریمو تا اونجایی که میتونم تو خیابون نمیندازم. یعنی اصلا میترسم همیشه کسی نگاه کنه، قضاوت کنه، فلان ناراحت بشه. همیشه حواسم هست که برم صد آشغال چیزی پیدا کنم تحصیگاری. یعنی چون عادت میشه، همین چیزی تو میگی درس میشه، تو میبینی دور و برت اگه همه آدما با هم دیگه کلکتیولی یه باور مثبتی داشته باشن رو تو هم تاثیر میذاره. آره. و برعکسش هم اگه همه به تخمشونه میگی من چه تاثیر میذارم، مثل بابای تو میشه دیگه. یعنی واقعا تازه بابای من میذاره ادامه داد. یعنی همیشه انقدرش عکس هست با کیسه زباله دستش همینجوری داره آشغال جمع میکنه، یه عمر همینجوری فقط آشغال جمع میکرد. من الان هفته پیش کمپینگ بودم، حالا ویدیوش میاد بیرون، توی ویدیو فیلمم گرفتم، پاشا میره کمپ بغلیمون، اونا میرن بعد میگه بابا اینجا پر آشغاله. واقعا هم زیاد آشغال بود، یعنی کیسه آشغال بر کرده بودن ولی پخش همه جا، یه سریش توی لبه آب بود، سریش تب بود، سریش به درخش هست بود، یعنی همه جا هم گایده بودن. نامرده بودن، ایرانی بودن یا نه روسی؟ دیمو سریع قضاوت نجات پرستی و اینا. دو هفته پیش روسی بودن. کجایی بودن؟ 6-7 همینجور بگو کشن. این هفته که رفتم ایرانی بودن. ایرانی ها سه تا کیسه داشتن، یک کیسه ریسایکلینگ، یک کیسه غذا، یک کیسه خیلی خیلی خوشم اومد، دمشون گرم. ولی روسیا بعد من رفتم آشغال برداشتم با پاشا همه رو جمع کردیم. خب این پاشا یاد گرفت که اوکی یه نفر دیگه کثیف کنه ما جمعش بکنیم. یعنی فهمید که توی پاس ات فوروارد رو یاد گرفت یه جوری فیزیکلی توی تجربه، و ما همونجا با هم تمیز کردیم. و بعد شاید دو سه بازی ما تمیز کردیم، یه سری آدم جدید اومدن وارد کم کرده تمیز چون عشق کردن، شانس این که اونام تمیز اون رو بزنن خیلی بیشتره تا اینکه اگه میمدم میگم آشغال اوکی. آره. اینجا آشغال بازیه دیگه. نه دقیقاً میگم مثلا ما همیشه میرفتیم تو بیابونای ایران کمپینگ میکردیم، بابا میگم بابا محیطو همین جوری که هست، همین جوری که بکر و تر و تمیز و همون جوری که هست، یعنی هیچ یعنی جانات بمونه. وقتی ما میرفتیم منو که میدونی، آره برنینگ من میدونی، آره رفتی، آره من نمیدونستم اجازه نری حتی سیگار تو اش کنی زمین. اونو نمیدونستم. آره باید یه چیز بگیری که تو اون اش میتونی بکنی. واقعا؟ آره حتی اش اجازه نری زمین بکنی. حالا اون شاید موقع من آخه به 20 پیش رفتم مثلا خیلی وقت. نه جدید. چون الان میگن شده نو تریس. هیچی نمیمونه. حتی اونایی که آتیش میزنن هم میان با تراکتور جمع میکنن میبرن. برنینگ من ولی خیلی باز. اون سالی که من رفتم چیزم با گل شیفت فرانی رفتم و یه سری آدمای دیگه خیلی بچهای کولی بودن و همین شهریار که تو پادکست هم اتفاقا خیلی میارم و اینا با هم دیگه همه رفتیم. اکیپ خیلی بامزه بود. اون موقع هم تو زندگیم خیلی این انرژی خیلی خوبی بود و خب دیدی آدم بعضی وقتا یه اکیپ خیلی خوبی داره بعد یک کثافت کرو میشه همه پخش برام چه دعوا میکنن غرب من اون آدمی ام که همیشه اینجوری ام هم که میخوام همیشه هم نرو آشتی بدم و همه رو دوباره رفیق کنم. من بودم آقا چرا نمیتونیم با هم کنار بیایم و رفیق باشیم؟ هرس میخوام، ناراحت میشم چون یه دورایی هستش که یه اکیپای انقدر با هم خوب میچ میشن. اون دوران به نظر من که واقعا زیباترین دورای زندگیم بود. انیویز ما رفتیم، من نمیدونستم که ما همون شب اولی که رسیدیم برنینگ من شروع کرد سوختن. یعنی تو رفتی برنینگ من یا نه؟ نه. برنینگ من روز آخر میسوزونن. شوخ روز اول نمیسوزونن. ما فکر روز اول گفتیم آها چه خفن هر روز برنینگ من رو میسوزن. دیگه یه آدمی به تظاهرات به یک قانون یه چیزی رفته بود تنهایی وندل. وندلزم طوری ریخت یه نفری آتیش زد اونجا رو. بعد همه جمع مثلا ما همه جمع شدیم مثلا ای برنینگ من قرار هر شب، ما فکرم هر شب قرار این اتفاق بیفته. ولی آقا ما اونجا اسید رو کوکی روی ماشروم روی اکسو روی نمیدونم MDMA فرستو باشن 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 ویتامین و اینا. بعد خیلی با یه کامیونی هستن که ازش لوله آب میزن بیرون که صاحب دوشه اون دنبالو میدوی کن لاخو تو تمیز میکنی. و ما سیستم ریسایکلینگ هم درست کردیم که آبمونو که اون توی زیرش دوش میگرفتیم میومد تصفیه میشد میرفت توی ایر کندیشنر رو توی چادرمون. یه سیستم اینجوری هم پیاده کرده بودن بچه ها. من که نه، بچه ها اونا عقلشون میرسه به این چیزا. ولی خیلی باحال بود، یعنی اون حس و حال اون جو و اینا. الان خیلی روز به روز داره کامرشال تر و چیز تر میشه. 70,000 نفر میرن. آره و اصلا یه ذره جنبه چیزش مثلا تو الان خود تو برنینگ من تو الان چادر داری که تو خود برنینگ من میخوای بری توش با 20,000 دلار پول بدی. آره دیگه خیلی الان کارپرات بازی و خیلی بچه پولدار و هفته یک که شهر میشه. آره. یه دونه دریاچه یعنی اون اساس اصلیش میخوام بگم اون فلسفه اصلیش که همه قرار بود بیان با هم دیگه بدون هیچ چیزی اون هنوزم هستش تا حدودی همه نکنه. چی مجانی اینجا. آره. هیچ چی نمه پولی، رستوران هست، بیمارستان هست، ولی همه چی مجانی. می رستوران غذا مجانی میخوای مشروب همه چی مجانی. رد و بدل میکنم مجانی. قبلا اینجوری که رد و بدل تو مثلا یه لیوان آب میدادی یا یه بغل میدادی یا بوس میدادی مثلا بعد اون رو قضا میدادن یا هر چی. آره ولی تقریبا آره کانسپت چی بود که همه چیز هیچ گونه چیز اقتصادی نباشه. آره. هیچ گونه ترانزکشن اقتصادی نباشه.
ولی کانسپتش برای من همینش خیلی زیبا بود و برای من چیزی خیلی جالب بود اینه که چرا انقدر غربیا اینو انقدر دوست دارن برنینگ منو. چون ببین ما تو ایران، من فکر میکنم یه چیز خیلی خوبی که ما داشتیم تو ایران با این همه چیزای بدی که داشتیم، خیلی سنس آف کامیونیتی قوی داشتیم. این بیشترین چیزی که من به شخصی که طبیعت ایرانی که این سنس آف کامیونیتی و این اکیپ و این دوره همی و این چیزای ایران بیشترین چیزی که دلم تنگ میشه. و جوری که هوای همدیگه رو داشتیم، مثلا ما توی ساختمون گنده بودیم که تمام عمو و عمه و کازینامون و همه اینامون، یعنی مثل یه این خانواده گنده اکستندد همه کنار هم یه اتفاق میفته 20 صف همین اومدن جلو. آره اینجا تو کوچه همه هر روز همدیگه رو میدیدیم. من اینجا که اومدم رفتم در خونه همسایه‌ام یه روز، مثلا چون 3 ماه اینجا بودم، در خونه همسایه در زدم در باز کرد گفتم که do you have a hammer؟ بعد گفت no. We don't have a hammer in your house؟ no. گفتم همسایه بقیه در زدم گفتم do you have a hammer؟ گفت نه. دو هفته بعد در زدم تخم مرغ داری؟ گفت نه. گفتم کاسه نه نمیشه که دو هفته نه تخم مرغ نه. اوکی کسی چیزی به کسی نمیده دیگه در نزدم فهمیدم. این خیلی اخلاق زشت و تخمیه که توی کانادا هستش که تو غرب، یعنی آدم ها خیلی انزوای بیشتری از آیسولیشن بیشتری هستش که از آدما اصلا نمیخوام همسایه همسایه اصلا نمیشه. تو ایران مگه تو میتونی همسایه نشناسی؟ میگم همسایه در میگی تو کنه همدیگه بودین صبح تا شب، اصلا غیر ممکن تو هیچ همسایه نشناسی. تو تا سه تا کوچه اونورتر هم همدیگه رو میشناختن، نه تو همدیگه میشناختن، نسلای همدیگه رو میشناختن، هفت جد آباد همدیگه رو میشناختن. آره میدونستی کی برنامه‌اش چیه، کی با کی داره دوست بس. همه چی میدونی بابا. بذار خنده‌داریش بگم، اون موقع حتی مثلا سرایدار این ور با سرایدار اون ور حتی با هم رو هم ریخته بودن همدیگه رو میکردن. با این کارگر مثلا سرادار با اون مثلا حتی گاسیبای اونا رو همه میدونستن، مثلا اینقدر خنده دار بود همه این قضیه ها. یعنی توی این سنس آف کامیونیتی، ولی میگم چه بچه پایین بودی چه بچه بالا بودی فرقی نداشت، اون خانواده و کامیونیتی یه بحث خیلی مهمی بود تو ایران. و برای من چیزی که جالب بود اینه که توی برنینگ من این بچه سفید پوسته که از 18 سالگی ما هم باشون با تیپا خونه میذاشون بیرون، هیچ وقت جای بیشترین چیزی که انسان میخواد به نظر من اینه که به چیزی متعلق باشه، یه جا قبولش کنه، یه جا تاییدش بشه، تایید بشه، میدونی، و احساس تنهایی نکنه. به خصوص برای این بچهای غربی، من احساس کنم تو برنینگ من خیلی بیش از حد یه این تجربه زیبایی که میگم واو، مثلا رابطه بدون پشبان. پول بدون اقتصاد با عشق با فلان و همه هوای همدیگر دارن و هم انرژی خوب میدن، براشون غیر قابل تصوره. ولی کاش که میشد اون 6 7 روز رو ورداشت کرد تو 356 روز سال. تو اینجوری نیست چرا؟ چون که من میام بیرون دوره همه دنبال همون هدفای خودخواهانه و داست خود داستانای خودشون و همه اونا، نه اونا، منظور من همیشه انگلیش از اونا منظورش انسان هست. ولی این برام خیلی همیشه جذاب و جالب بود که چرا انقدر اینو بیش از، چون برام یه فستیوال بال بود ایول کول بود، ولی اینکه بگم لایف چینجینگ و فلان نه، نه دیوونهشن مردم. آره نه میگم اینا خیلی براشون یه جذابیت. آقا کسی نمیدونه 70000 تا تیکت میفروشه، بعد تیکتشو نمیتونی بخری، باید بری یک ساق کریدیت کارتتو بذاری میدی توی لاتاری سیستم، بعد از مثلا 200000 نفر 70000 نفر انتخاب میشن، بعد مثلا نیم ساعت وقت داری برید بخرید. نه یکی داشت داستان تعریف می‌کرد، میگفت رفتم تو پیج و اشتباهی دستم خورد ریفرش کردم، چون ریفرش کرد میگفت انداختنش بیرون، رفتن یه نفر دیگه. و مثلا میشستم زن و شوهر که مثلا زنه گرفته شوهره نتونسته بره تو چه حالا زن و شوهر نه دوست پسر تو سخه یه دوست سمی گروه های اینجوری خیلی باور نکنین دو 70000 تیکت خود دیگه تو بیزنس میبینی 500 تا تیکت فروختن چون آدم پاره میشه 70000 تا بعد قیمت مثلا الان چند شده 700 مثلا که 700 مثلا که 400 تا 700 استارتشه دیگه تا 20000 تا میره کجا بخوای باشی اتاق بده. یه دونه اتاق یه دونه چادر بود که بهت نشون داد که چجوری کست بخوری، میگه با پارتنرت بیاین تو و ما دست دختری رو گرفتیم و رفتیم و تو بهت یاد میداد که آقا مثلا اون میخورد تو میدیدی یا اینکه بهت میگفت آره، یه سری آدم ها کاپل پارتنر بودن، اونا هم خودشون استیج بودن و آها فهمیدم استیج که یعنی چیزی درست کرده آه. بودن خیلی اصلا همه جور چیز هستش اونجا، هر چی بگی پیدا میشه. بعد میدونی اینجا باحال ترین چیزش اینه که مقدار سایکدلیکی که ما زده بودیم اونقدر های نمی، یعنی های بودم ولی خیلی عجیب، چون انقدر داری استیمولیت میشی با نور و با آدمای عجیب طبیعت آردی فاکتور بدی. آره طبیعت انقدر فاکتور تو مثلا برات همه چیز عادی و ایناست. یعنی ما که دوستامونم پلیس یهو گرفت، چون مثلا پلیس مخفی میاد اونجا دیگه. آره آره دوستامونم یه دونه رفت از کسی یه دونه ظرف دراگ می‌خواست بخره 200 قرص که بین اکیپمون پخش کنه و اینا، شانس آورد کسی که به قرصا رو انداخت همش ادویل بود.
یعنی پلیس وقتی که اینو گرفت فقط 200 ادویل ازش گرفت. واو چه، یعنی از کون آورد. واو میگم چی میگم، با اینکه تو کونش هم رفت ولی از اونم از کون آورد، چون خیلی میتونه اتفاق بدتری بیفته اگه دراگ واقعی بود و اینا. ولی میگم از این همه اتفاقای کوچولو اینجوری، من تام با یه دخترم اونجا آشنا شدم، دختر ایرانی فرانسوی، این دو رگه ها آقا بهترینن واقعا. یعنی اصلا دست به دلم نذار که دو رگه اصلا یه چیز دیگه. من اصلا این دختر خیلی کول بود و بعد یه لحظه بود، میگم آدم وقتی یه سری لحظه خیلی اینتیمت و با یکی میگذرونه، یه نزدیکی حتی از سکس هم بیشتر با آدم پیدا میکنه. یه جا هستش توی چیز، توی برنینگ من، به اسم تمپل، یه معبده که آدم ها میرن اونجا، عکسی همه آدم هایی که دست دادن رو میذارن توش که وقتی میسوزونن با اونم مثلا خاطراتشون با اون، و همه تو معبده میرن خیلی حالت مراقبه و مدیتیت و گریم. منم با این آخر رفتم، نشستیم با هم دیگه اونجا، اون عکسی کسی که خیلی دوست داشتم، میگم داستان من 15 20 سال پیشه، با هم دست هم گرفتیم بغل هم دیگه. اصلا نه من توقعی داشتم که با اون آدم هوکاپ کنم، نه اون آدم با من، یعنی اصلا با هم دیگه فقط بودین، با هم بودیم و بعد تبدیل شد به یه رابطه سکشوال و فلان که خیلی قشنگتر بود اون وقتی اون اتفاق افتاد. یعنی تو اون زور نزدیم که به اونجا برسیم، اینها خودش تبدیل شد به یه چیز دیگه. و اینجور رابطه خیلی بیشتر یادم میمونه آدم. یعنی وقتی که تو یه مومنت، یه لحظه بیفور سانست، نمیم فیلمشو دی یا نه، خیلی یه ست فیلمت بیفور سانست، بیفور سان رایز و افتر سان رایز، یه فیلم تریلوجی عاشقونه است، دو نفر که همدیگه میرن تو مقطع و فقط صبح تا شب با هم حرف میزنن توی 24 ساعت مثلا. اینجا خیلی جالبه اگه نیدی، به نظرم که رومانتیک ترین فیلم های دنیا سوغا حتما نگم کنم. بعد با اینجور آدم ها وقتی که همچی ارتباط داری خیلی بیشتر یاد میمونه. توی مثلا آدم خیلی خوشگل و زیبایی باشی، سکس چیز فلان داری، میبینی اون لحظه انتیمیسی عاطفی و احساسی یه چیزی باهاشون میاد که همچی تای خاطرت باهات میمونه و بوی اون آدم حتی باهات میمونه. خیلی عجیبه. من چون پارتنر خب زیاد داشتم ولی مثلا همه رو یادم نمیاد اصلا، یا حتی بعضی وقت اسم آدم رو یادم نمیاد در این حد، یا حتی آدم ها قیافش رو یادم میبینم. مثلا من چطور دیدم آدمی که مثلا با هم بودیم و یادت اصلا مغز حتی مشکل از من وقتی که من انقدر تروماتایز شدم این چند وقت، مغزم توی مکانیزم دفاعی رفته و نمیتونه، یعنی خیلی چیزا داره دلیت میکنه تو مغزم. آره منم میکنه جالب برام. و اون ولی اون رابطه که وقتی که پیدا میکنه با کسی یه عمقی داره، مثلا با همین دختره، مثلا یادم ما با هم دیگه بار تریاک زدیم تو خیرتونا، مثلا اینم 12 ساعت هم دیگه، چون آبت نمیاد که میدونی نمیدونستم اصلا، یه حس عجیب غریبه. بچ مثلا واقعا همش هم لوب استفاده کنی زیاد و اینا، بخاطر اینکه خب خیلی خشک میشه برای اونو و سخت تریاکه اصلا همه چیزو خیلی، ولی انقدرم لذتش زیاده که نمیخوای تمام، یعنی همینجوری ادامه میدی اینو، یه دیوانه. خیلی عجیبه. من فکر کنم طولانی ترین سکس زندگی بود، یعنی با همین دختر تو برنینگ من. آره نایس. و حتی این که تمام تقریبا بعد از برنینگ من بود، تو برنینگ من حال کردیم، ولی این طولانیه یه جای دیگه بود که بعدش شده بودیم بیرون. و همیشه یادم هست که اون یه خاطره و یه حسیه که هم بوی اون آدمه، هم اون لحظه. واقعا نمیدونم سنم که داره میره بالاتر، با هم میذاره صحبت کردم، فکرم افسای قبلی دارم میره زن گرفتن و بچه داری و فلان، حالا چه جا ربطی داره. اینی که یه پارتی توم هستش که دلش تنگ میشه برای عاشق شدن، برای این لحظه اینجوری داشتن، ولی این لحظه ها فقط لحظن. وقتی عمیق‌تر میری توش، رابطه ها خیلی پراگماتیک‌تر و واقعی تر میشه. آره اگه عشق اینجا سخی میری توش، هی کمتر میشه، چون هیچ هم نرمال تر میشه، هم تو داری ایوالو میکنی. مثلا میگم اینه که دوستشو شاید یه دوست نشته باشی و داری چیزای جدید رو فایند اوت میکنی که قبلا نمیدونستیم. نمیدونم چجوری بگم، همیشه رابطه ها به نظر من بدتر میشن، یعنی تو باید حواست باشه. مردم میان تو رابطه بعد امید دارن بهتر بشه، من میگم همیشه رابطه داره بدتر میشه، تو باید سعی کنی همون که داری فقط نگه داری. نه درست میگی کاملا. و به نظر من آدم با این آگاهی اگه بیاد که آقا من همیشه بحثم همینه، ما میدونیم جفتمون که این قرار بدتر بشه، پس بیا با هم دیگه هم فکری بکنیم، با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، با هم دیگه هیجان بدیم، با هم دیگه عشق و انرژی بدیم که بهتر بشه. چون همینجوری منتظر باشی بهتر بشه، اتفاقی نمیفته. اون آگاه دیدیم یه بچه بیاریم همیشه درست میشه؟ بدترین کار اون که خیلی خودخواهانه است. اصلا خودخواهیش مثلا مثل اینکه بگم که
من تو با هم خوب نیستیم، پس من ماشین هم میزم تو دیوار خوب بشه. یه چه ربطی داره؟ فقط داری ماشین تو میگی. آره نه خیلی اون نمیدونم. میگه من خودم نمیدونم، یه روزی هم شد مثلا یه پارتنر پیدا کنم که اونم بیارمش. خیلی اتفاقا میگم این بحثی که اون روزی هم با چقدر کردم، ولی واقعا دوست دارم یه دیتینگ شو درست کنم تو پادکستم با آدمایی که دیت میکنم، رابطه دارم و بیارم با هم دیگه باهاشون صحبت بکنیم. شاید از این طریق که تو دنیا خیلی راستگو بودن و اوپن بودن در مورد همه عاطفه و احساساتم در مورد رابطه و شخص اون پارتنرم حاضر باشه اینقدر راحت بدم برای همین مسائل صحبت بکنه، شاید به یه جایی برسم با یه کسی که انقدر استرس راحتی بکنم که ایول من تو مثلا میتونیم با هم دیگه هم جلوی دوربینم پشت دوربین انقدر لخ باشیم. تو الان اصلا دلت میخواد ازدواج کنی یا نه؟ کاندیشنات عوض شه؟ ببین من بیشتر از اینکه حالا ازدواج، واقعا دوست دارم یه پارتنری داشته، یه ثباتی داشته باشم از لحاظ عاطفی توی زندگیم. چون الان کم کم میبندیمش، جمع میکنیم دوستانو، ولی اینو واقعا بگم که اون ثبات و اون حس امنیتی که میکنی که یکی از کمیشم تو روش تکیه کنی و اون میتونه رو تو تکیه کنه، یعنی که یکی برای تو یه بالشتی باشه، یه پتویی باشه برای تو. چون وقتی که تنها هستی و هی عادت میکنی به تنهاییت بیشتر بشه، که اونم یه لذت خاصی توش هست. و من دوربینو چک کنم؟ دوربینو برو چک کن، چون من توهم زدم. توی اون تنهایی هم یه لذتی هستش. داره زب میشه یا نه؟ اوکی. توی اون تنهایی یه لذتی هستش که هرچی بیشتر بهش اعتیاد پیدا میکنی سختتر و سختتر میشه ازش کندن. میفهمی چی میگم؟ تو وقتی که آدمی که مثلا من همین چند وقتی که با همین دوستم توی با هم بودم، بغل نه من خوابم میبرد بغل اون، نه اون بغل من خوابش میبرد، جفتون واقعا زودتر میخواستیم بریم تخت خودمون که بتونیم بخوابیم. جالب. به هم گفتین رایدو و اینو؟ آره با هم صحبت کردیم، یعنی با هم خوابم این بر چیکار کنیم. من میرم خونه خودم تا زخت راحت بگیم بخواب دیگه. مشکل هرچون آره، ولی مثلا اصلا نیست که با هم دیگه حال نکنیم. تو رو اوایل رابطه طول میکشه تو بخوای اون کامفورت برسی. اصلا حتی به نظر من اوکیه زن شاید تو تو داشته باشن. آره من اونم باشه اصلا، یعنی اصلا حتی با هم توی تخت باشیم، یه تخت با همیشه با سینگل جای خونه باشه که هر کی نیاز داشت بره اونجا بخوابه و به اون کی هم بر نخوره تای ذهنت. میگم من با رابطه انقدر راحت باشه که آدم اگه پاشم یه روزه بره تو اتاق تنها بخوابه، تای ذهنش نگم وای من چیکار کردم که ناراحت شد، من چیکار نکردم که فلان شد. یعنی اتفاقا من چند روزه الانا انداختم اتاق بیرون نمره اتاق مهمون بخواب، گفت برای چی چیزی شده؟ گفتم نه من دلم خواست تنها بخوام. وقتی تنها خوابیدم شونم درد گرفته بود، گفتم میخوام ببینم میتونم خودم یه جوری بخوام شونم درد نگیره. تو وقتی تو تختی خوابیدن تو پوزیشن من تاثیر داره. بعد رفت روز اونجا خوابید، شب سوم گفت دیگه نمیخوام. یه روز تونستم. آه سوری، دمت گرم، خیلی حال داد. دوباره با هم هنگ اوت کردیم و اینا. یعنی من تو رو ول کنن تا صبح در مورد همه چیز میتونیم روی فکر بزنیم. باید هم ول کنن چون به قول النا این بده. شما بگیم به اون دفعه بعد که در مورد چه چیزایی بیشتر حرف بزنیم و اینا دوست دارین. یعنی من سوال که میگم برنامه که زیاد قرار داشته باشیم با هم، ولی شما اگه دوست داشتین یه تاپیکا یا خاصی رو خیلی کاور کنیم و نظر حرفه ایمون رو بدیم در موردش، که خیلی هم حرفه‌ای شخصی، آره حتما به اون بگین. و من که خیلی حال میکنم دوست بات واقعا. یعنی اصلا منم خوشحالم. من واقعا همیشه مثلا یه ویدیو چمش درست کردم راجع به همین فرهنگ و اینا، بعد توش دارم میگم بچه اگه میخوام مثلا راه حلش یکی چین که بیان پادکست من نگاه کنین خودی، چون من دارم سعی میکنم بهتون یاد بدم، من دارم تجربتام بخش میکنم، نه اجندایی دارم نه میخوام کاری بکنم، من دارم فقط میخوام همه بهتر باشن توی زمین. داشتم امروز داشتم به این موضوع فکر میگم که دفعه بعد تو همچین داستانی بشه میگم پادکست کینگ رام هم نگاه کنین. بفهم واسه میگم چه خوبه که یه نفر یه پیدا کنه، چون همه دارن میدونستم مردم وقتی میگم تو بیشترین درخواست شده مهمون من بودی و خیلی هم من درخواست شدن تو برنامه، خیلی هم داشتیم و هی همه میزن و سوال اقتصادی کنم با این کی این جاکش بابا گایدین منو اقتصاددان بیارم چی؟ اقتصاددان رو برای چی بیارم؟ این خیلی خوش داشتم که بالاخره دور هم وصل شدیم. و چه شانسی بود که تو اینجا بودید، بخوای دو سالم دیگه نیاد. آره آره دیگه هم دیگه نخوام تو میام، ولی پا میچه میام آمریکا میبینم دیگه. آره من که جیجی هم همیشه میام. بفرما من کرونا دو سال منو بس. ولی ببین کرونا نوامبر 5 2019 اومد، درسته؟ آره تو مارچ 2020 ولی خیلی دیگه رایج شد. ده تو چین. آره آره. من نوامبر 2 از چین اومدم. شه. یعنی من تا 3 روز قبل از اینکه کرونا بیاد داشتم مسافرت می‌کردم. کرونا که اومد
همه چی نابود. آره لندد شدم دیگه، الانم پاسپورت ندارم، یعنی من دارم، خانومم و پسرم پاسپورت ندارن، اکسپایرش اسمشون دارن عوض میکنن، فامیلی من دارم میزن تهش. بعد واسه همین خیلی ضایع بود، فکر کنم من اقتصاددان شدم. آره خیلی ضایع بود، پسرم میوردم مثلا کلاس، بعد یارو میگه اسمت چیه، مثلا کار میدم مینیستر اقتصادی، بعد به پاشا که مینوش مینوش پاشا اقتصادی اتوماتیکلی، بعد آیدیش پاشا که میدادم میگه او باید عوض کنم. خیلی لحظه سنگینی بود برام که آقا من دارم همین کار میکنم، چرا مثلا نتونم، مثلا میگم تو فرودگاه میرم پاسپورت خودم میذارم، پاسپورت هیچ ربطی به هم نداره، بعد یارو میپرسه ایز دت یور سان، نکوزی بچه تو سازه دوزیدم و افکرس کنم. الان دیگه اصلا خودم گوشم توش دیگه قشنگ راحتم. خیلی ممنونم که باباش اجازه داد، چون اون اگه اجازه نمیداد نمیتونستم. دمشکم. اون باید اجازه میداد. یه سیستم هم زدم، گفتم که اسمشو بذاریم پاشا اقتصادی الکسیوا، اسمتون هم میذاریم که تشخیش هم بمونه. بعد گفتش نه اسم من اول بذارین باشه پاشا الکسیوا اقتصادی. منم گفتم اوکی. و حالا کاری که کردم هر جا میدیم اسمش مثلا پاشا تو میدل نیم یه ای میذارم، فرمشون میذارم اقتصادی. بانم که آیده میبینم فهم کنم الکسی با میدل نیمه، واسه همین دیگه اسمش شده پاشا اقتصادی. خوب دیگه یه حل شدیم مثلا. آره خوب شد. آه پس دیگه همدیگه رو ببینیم بازم و فکر بزنیم دیگه شاید... مثلا کنم کنسرت برگردم، خیلی کول میشه که بتونی بیای که عالی میشه. یه جو ما رو ببینی و طرفدار کزخل ما رو ببینی که چجوری هن و بچه باحالی هن. من نه خیلی دوست دارم بگردم. یه جو فکر میکنم بچه ای که میان پیگیر کارهای منم هستن میدین یه سری آدم های گم شده ای مثل خود من هم میفهمم دقیقا میفهمم. این آدم هایی که اترکت میکنم خیلی آدم های کزخلی مثل خود من ها. یعنی من آرزوم بود تو سن 20 سالگی میتونستم یه آدمی که الان داره کار منو میکنه رو ببینم که بهم بگه این کار نکن، نه که بگه این کار نکن، بگه من این کار کردم این شد. تو من اصلا که بزرگترین ریگرت های زندگی هم همینه که چقدر خر بودم، ولی هیچ وقت کسی نبود درست به اون صورت بده من یه سری چیزایی رو راهنمایی کنم، با خودم با لجبازی یا با قدیت یا با غرور خودم. نه بعد تو کونت میفهمی او این خوب نیست پس بعد اون، ولی اصلا لازم نبود در اون حد. من خیلی فرصت تو زندگیم زیاد داشتم، بیشتر از یه انسان عادی. من واقعا فرصت های عجیب غریبی داشتم سوهل، که هم میلیونر بشم هم موفق بشم هم بهترین شو، ولی به هر دلیلی نمیدونم گوه زدم و نتونستم اون تصمیم درست، ولی دیرم نشد آدم تقیقش بالاخره با جمع کنه همه اینا رو یاد بگیرم، شد آخر زندگیم تا آخرین روزم سرم بخوره به سنگ. خب این مسیر زندگی من این بوده، ولی امیدوارم بتونم یه جای اینو عوض کنم، این نراتیو و این داستانو در مورد خودم که دیگه هشتم گره نو هم نباشه نگران، یعنی بتونم این خیلی راحت و آزادانه و بدون فکر و بدون نگرانی بتونم یه سری کارامو انجام بدم و این حس تو ایجاد نشه دیگه که مثلا همیشه حتی معذب داشته باشم یا نگران باشم که آقا خانوادم چی میشه من چی میشم، چون خودم دیگه خسته شدم بعد 20 سال تو چمدون زندگی کردن، رو مبل مردم زندگی کردن، این مردم زندگی کردن، یه جور کنم بذارم زمین. بریم آقا بریم که الان فکرم فلایت دارم بلند میشه میره تو میبینم. دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم از تمام کامنت های قشنگتون خوندم، مرسی واقعا کینگ رام، لاو یو من، امید اپیزود بیشتر. چاکس چاکس. مثل یه شمده شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شمده شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با